بر ماست که راه شهید پر افتخار محسن حججی را ادامه دهیم و ارزش‌ها و اعتقاداتش را به نسل حاضر بشناسانیم. درک این شهید عزتمند و بزرگوار زمانی دست می‌دهد که توفیق زیارت بارگاه معنوی و مقدسش و دیدار با خانواده صبور و مقاومش دست دهد. صحت این ادعا را اعضای مؤسسه شهیدانه در سفری که به زادگاه این شهید و دیدار با مزار مطهر و خانواده معظم شهید داشتند گواهی می دهند. یاد و خاطرش همواره در دل و جان افراد شهیدانه باقی است. محسن عزیز، شهد شیرین شهادت، گوارای وجود. آقا محسن 21 تیر ماه 1370 بود موقع اذان ظهر به دنیا آمد. من دقیق یادم است که اذان میگفتن که آقا محسن به دنیا آمد و من قبلا با پدری صحبت کرده بودم و میگفتم که به یاد پهلوی شکسته حضرت زهرا به نام محسن سخت شده حضرت زهرا، من میخوام اون پسرم حسین بود، میخوام اسم اینو محسن بذارم که حاج آقا موافقت کرد و اسم ایشونو محسن گذاشتم. آقا محسن از دوران کودکی، حالا میشه گفت که شاید بگم دوم دبستان بود که حالا ما زیاد چون با خودمون با پدر و مادرمون تو روزه های اهل بیت زیاد میرفتیم، ایشون هم به تبع حالا این سنت بود، روش بود، تقلید بود، به خودمون بردیم و ایشون یه طور ویژه با اهل بیت اونس گرفته بود. شبای جمعه که هیئتی بابا بزرگش داشتن، ایشون خیلی علاقه داشت که از عصری میرفت اونجا کمک میداد که حالا این روزه رو میخوان بگیرن، اصلا مینشست رو صندلی پاش رو زمین نمیرسید، ولی دوست داشت. این حدیث کسا رو خودم یادش داده بودم، توسل، و میگفت من برم اونجا قبل که روزه شروع میشد من توسل بخونم، حدیث کسا بخونم. بابا بزرگش هم تشویقش میکرد و خیلی علاقه داشت، حتی تو هیئت ها تو مراسم ها که میرفتی، مراسم زنجیرزنی اینا، ایشون خیلی دوست میداشت میرفت. دوره دبستان بود که وارد کانون مقداد شد، اونجا حتی ما کلیپاشو داریم که میرفت پیشخان میشد، گروه سرود تشکیل میدادن، آقا محسن پیشخان بود که سرود رو اجرا کند، قرآن میخوند. توی کارهای مذهبی خیلی فعالیت داشت. محسنم از همون دوران کودکی بچه آروم خوبی بود، بچه شلوغی نبود. بیشترین فعالیتش هم تو مدرسه تو بحث اردوهای فرهنگی بود، بحث کتاب و کتابخوانی بود. بیشتر سعی و تلاشش بایده بود که حالا با یه جملاتی حالا یا از اهل بیت علیهم السلام که گزیده از بعضی مطالب بود، دوستانش و همکلاسیاش رو آشنا میکرد، یا حالا کتابای کم حجمی گرفت میبود و حتی اواخر ایشون نظر کتاب میکرد. یه مؤسسه شهید کاظمی تو شهر نجف آباد، اونجا رفت ثبت نام کرد. بیشتر مواقع که از مدرسه میمد میرفت اونجا، حتی تو اردوهای جهادی شرکت میکرد. این مؤسسه هم یه طور کارهای فرهنگی میکرد، بحث اردوهای جهادی داشتن، بحث راهیان نور داشتن، بحث نمایشگاه های کتاب داشتن،
ایشون خیلی جدیت داشت مثلا تو بحث نماز جمعه یا تو فضاهای فرهنگی تفریحی مثل پارک ها یه جای نمایشگاه میشد یه بهانه پیش من که حالا یه جمعیتی جمع میشد ایشون مغیر بود که بلافاصله یه کتابخونه دایر کنه من یادم حتی ایشون زمانی هم که رفته به سربازی اون کمد لباسی کرده به کتابخونه که آقا محسن به خاطر همین کتاب خانی و ترویج کتاب خانی تو ارتش خدمت کرد تشویق گرفت مرخصی تشویق گرفت و اومد